آیا خود هیپنوتیزمی خطرناکه؟ شما هر شب قبل خواب و هر روز بعد از بیدار شدن تو حالت هیپنوتیزم قرار دارید. تا حالا شده که نتونید از اون حالت خارج بشید؟ حتی تو خواب عمیقم امواج مغزتون به قدر میاد پایین که بهش میگن حالت دلتا، که کلن آگاهیتون رو از دست میدید و از بین میره. تا حالا شده که نتونید از خواب بیدار شید و مستقیم برید تو کما؟ این که ما بتونیم آگاهانه وارد حالت دلتا بشیم نیاز به سالها تمرین و تلاش و پشتکار داره، اما تو هیپنوتیزم هرگز به اون حالت نمیرسیم. امواج مغزی ما تو حالت هیپنوتیزم بین آلفا و تتا در حال نوسانه و اگر ما بخوایم به ضمیر ناخودآگاه خودمون دسترسی کامل داشته باشیم، باید خودمون رو به حالت آلفا ببریم و ضمیر ناخودآگاه خودمون رو تو اون حالت میتونیم کاملا برنامه ریزی کنیم، که کار فوق العاده خطرناکی هم هست که اگر نتونید خودتون رو اونجا کنترل کنید. سلام، خیلی خوش اومدید. امروز میخوام در رابطه با مشکلاتی که هیپنوتیزم و یا اثرات منفی که میتونه رو فرد داشته باشه براتون توضیحاتی آوردم که امیدوارم لذت ببرید. یکی از سوالات مهمی که در مورد هیپنوتیزم پرسیده میشه اینه که عوارض هیپنوتیزم و اثرات منفی اون چی هست؟ هرچند که این عمل خطرات چندانی نداره و استفاده از اونم جای نگرانی رو ایجاد نمی کنه، ولی گاهی در شرایط خیلی خاصی میتونه اثرات منفی رو روی اون شخص داشته باشه. در واقع اثرات منفی هیپنوتیزم برمیگرده به نحوه استفاده اشتباه از اون، که این اشتباهات معمولا به صورت عدم خروج کامل از خلسه است در زمانی که هیپنوتیزم کاملا تموم شده، یا استفاده از تلقینات نامناسبه در زمانی که شما به ضمیر ناخودآگاهتون دسترسی پیدا کردید، و همینطور برانگیخته شدن شدید احساسات و عواطف در طی بازگشت حافظه به برخی از مراحل زندگی قبلتونه. مشکل خروج ناقص از خلسه چیه؟ وقتی که هیپنوتیزم تموم میشه باید حتما دستورات لازم برای خروج از حالت خلسه گفته بشه، و وگرنه فرد تا مدت‌ها احساس گیجی و خوابالودگی میکنه و حتی ممکنه که بعد از هیپنوتیزم با اون شرایط بخواد رانندگی کنه، که در این صورت بسیار براش خطرناک و زانه آفرین میشه و انگار دوره خواب‌آور خورده و داره رانندگی میکنه. دستور خروج از حالت خلسه ممکنه چند ثانیه بیشتر طول نکشه، ولی انجام همون برای اینکه شما رو به سطح عادی هوشیاری برگردونه بسیار لازم و ضروریه، مخصوصا مواقعی که بعدش نمیخواید بخوابید و قراره روی کارهایی که نیاز به تمرکز بالا داره بپردازید. نمونه های مختلفی از بروز تصادفات در افرادی که در مطب دندونپزشکی هیپنوتیزم شدن و کاملا از حالت خلسه خارج نشدن وجود داره. در علوم ماورایی هم حتما توصیه میشه که بعد از کارهایی که به خلسه نیاز داره فعالیت های شاد و مهیج انجام بدین تا ذهن به هوشیاری خودش کاملا برگرده و تو عالم خلسه نمونه و پیوندش رو رو جهانهای دیگه حفظ نکنه، تا بلکه مشکل ساز نشه. مشکل دوم، مشکل عدم استفاده از تلقینات مناسبه. یکی از انواع عوارض هیپنوتیزم مربوط میشه به انواع تلقیناتی که غیر حرفه‌ای که شخص به فرد هیپنوتیزم شده میکنه و یا خودش به خودش در عالم هیپنوتیزم انجام میده. به طور مثال فردی برای درمان کمخوری خانومی که مبتلا به لاغری شدید بود چنین تلقیناتی رو در هیپنوتیزم به خودش داده بود که هرچی غذا توی ظرفش هست و بخوره. اون خانومم یه باره ظرف پر از غذای زیادی رو به خاطر همین تلقینات میخوره و بالا میاره و دوباره غذا بالا آورده خودش رو هم میخوره. مثلا گاهی به فرد گفته میشه که آرزو تو برآورده شده ببین و تا همین الانش هم اونو داری. نتیجهش میشه تنبلی و درس نخوندن فرد، چون که اون فرد فکر میکنه که دیگه به اون چیز دسترسی داشته و اون چیزو داره و دیگه نیازی نداره
که تلاشی کنه تا اونو به دست بیاره. به خاطر همین لازمه که به همراه این گونه تلقینات گفته بشه که تو روز به روز لحظه به لحظه در حال نزدیک شدن به اون چیز هستی تا هیچ گونه اختلالی تو اون فرد به وجود نیاد. و مشکل دیگه، مشکل برانگیختگی عاطفی در طی هیپنوتیزم، افرادی که قراره کادر درمانی با هیپنوتیزم بکنن باید خیلی مراقب باشن که شخص بیمار در صورت یادآوری دوره‌های بحران زندگیش دچار رفتارهای غیرقابل کنترلی نشه. به طور مثال اگر در کودکی به فرد تجاوز شده و شما حافظه اون فرد رو به همون دوران برگردونید، در این صورت دوباره خیلی واضح میبینی که داره بهش تجاوز میشه و تنها یک هیپنوتیست ترایپ حرفه‌ای میتونه از پس چنین مواردی بر بیاد و بیمار رو به صورت کاملا اصولی رهبری کنه. و اگر به اندازه کافی در هیپنوتیزم حرفه‌ای نیست، صرفا به تلقینات ساده مثل احساس شادی و موفقیت بسنده کنه و از ورود به مسائل درمانی و بازگردوندن افراد به خاطرات تلخ گذشتهش جدا خودداری کنه. و همچنین یکی از مشکلات پیرامون بازگرداندن فرد به اون خاطرات گذشتهش در طی اون هیپنوتیزم اینه که میتونه باعث انحرافات اعتقادی فرد بشه. به طور مثال شخص فکر میکنه که وارد زندگی قبلی خودش شده و تناسخ پیدا کرده، در حالی که این چنین نیست و مغزش تنها اومده خاطرات کاذبی رو ساخته که در واقع اینا یک سری رویاها هستن و نقش آدمهای دیگر رو براش بازی میکنه و فرد تصور میکنه که تناسخ پیدا کرده. حتی ممکنه در طول هیپنوتیزم خاطرات دروغین و ساختگی در مورد دوران کودکی اون فرد هم به صورت ذهنی و ناخودآگاه ایجاد بشه. وای به این که بخوایم چیزهایی مثل زندگی قبل رو باش توجیه کنیم. به طور مثال فردی که خودش رو به صورت دختر بچه‌ای در مصر دیده که لباس‌های باستانی تنش داره و احتمالاً در چند قرن گذشته زندگی می‌کرده، خب کیه که میاد واقعا چک کنه که ببینه همچین کسی تو اون دوران بوده؟ خصوصا که خیلی از ماها فیلم ها و داستان های زیادی در مورد تمدن کشورهای قدیمی دیدیم و ممکنه مغز ما همونا رو برداره و به صورت دروغ به ما تلقین کنه که اون خودش بوده و در اونجا زندگی میکرده. یا به طور مثال شخص میگه که در ژاپن کشته شده بود و گلوله بهش برخورد میکنه. مشخصه که در جنگ حلوا پخش نمی کنن و احتمال تیر خوردن و یا کشته شدن بسیار بالاست. اینا مدرکی برای تناسخ نیست. البته برخی هم ادعا میکنن که اطلاعات اونا واقعا درسته و واقعا در مورد افکار گذشته اونا صدق میکنه. این میتونه به همون مکانیزمای مربوط بشه که ما توسط اونا از آینده باخبر میشیم و صرفا یه حالت فراگاهی و غیبگویی داشته باشه، نه اینکه حتما پدیده خرافی تناسخ وجود داشته باشه. پس اگر واقعا نیاز به این روش هیپنوتیزمی برای تغییر ضمیر ناخودآگاه و یا تغییر برنامه‌هاتون در زندگی روزمره‌تون دارید، حتما توصیه میکنم که پیش یه هیپنوتیست ترایپ حرفه‌ای برید که کارشون واقعا بلده و نتایج بسیار خوبی هم در گذشته داشته.